بهزن هستم، معاون استانبول اروپایی و آسیایی. داریم حرکت میکنیم به سوی خلیج فارس، موسیقی خلیج فارس. در این شهر جشنواره زار برگزار شده و ما میریم دیدنش. عالی عجب سنج و دمامی بود. بسیار خوشحالم. خیلی ممنون از همگی شما. بوشهر درسته؟ اکثر بوشهر هستن. بوشهر و پاریس. شعبه بوشهر هستن در پاریس. بعد شما پشتم به شما است. این بوشهری اما به اسم سعید نمیشناسن. آره به اسم فراز. خب قشنگتره که اسم فراز که. دیگه بالاخره فراز یه آدم دیگه بوده. حالا سعید هم سعید شد. سعادتی شده برای ما که شما سعادت هم داریم. سعادت. آه واقعا تبریک جشنواره شما در استانبول تونستی برگزار کنی. به خاطر این بندر اینجا، یعنی لب دریا اینجاست. نه به خاطری که بین شرق و غرب. ولی بیشتر شرقیامونن دیگه. چون خیلی کمیاب هم ما بتونیم همه نوازنده خوب ببینیم اینجا. بوشهری هستن، کرمانی ها، پرتغالی ها، فرانسوی ها و دیگه. و این جشنواره دو روزه خواهد بود دیگه. درسته؟ بله دو روز. و این هم بوق فراخانیه دیگه نه؟ بله. حکایتش چیه شاخ؟ به این میگن که بوق شاخ. شاخیه یه گوزنه به اسم کدو. تو آفریقا هست این شاخه. شروع و پایان یه سنج دمام از بوقه. خیلی قدیمی هم کل سنج دمام هم مثلا اعلان خبره یه موضوعی هم. یعنی یا مثلا دمام رو برای موقعی که کشتی درست میکردن میخواستن به آب بنداختن بهش میگیم رایی کردن، میخواستن کشتی رایی بکنن، یا برای مراسم عزاداری مردم خبر بکنن بیان داخل مسجد. الان استفاده کردیم برای اعلام آغاز جشنواره موسیقی. بسیار. و سنجتون هم میبینم که سنگین تر از سنجایی که من دیدم این برابر نه؟ چون سنجا منم بزرگه. این نایس. صده تیزتری داره. این کوچیکی میگه فلفل نبین چه ریزه. بزن ببین چه تیزه. چه تیزه. خیلی عالی. برای جای دمام با اجازهتون با آقای محمود صحبت کنم. من جان
شما از دمام نوازان حرفه‌ای بوشهر درست خانواده شون هستن. این دمام دیگه مال خود ماست، یعنی که میگن مال آفریقا اومده، چیه شما تجربت چیه؟ مثلا چند وقت پیش نوذر با اسماعیلنا رفته بودن زنگبار. زنگبار. بعد از اونجا تماس گرفتن، همون موقع داشتن لحظه به لحظه عکس میفرستادن بریم. وقت شباهت بود بین این سازه اونجا. همون صحبت سره که مثلا همچی چیزی داخل زنگبار نیست، داخل افریقا نیست همچی چیزی. قدیمی ها میگم ساز افریقا. ساز کوبه‌ای به این شکل زیاد داره. شباهت زیاده. ولی اینکه بخوان مراسمی رو مثل مراسم سنج دمام داشته باشن نه. البته یه چیزی که هست، چون بهترین نوازنده های دمام در بوشهر همیشه سیاه‌پوستای افریقایی تبار بودن. مثلا خانواده خود محمود. مثلا پدر بزرگ محمود نسل سوم مهاجر افریقایی بود. یعنی حتی ما یادم میاد که پدر بزرگ محمود مرحوم محمد علی بردکنیا و حتی بوشهری هم که حرف میزد لهجهش ته لهجه افریقایی داشت. درسته هم چیزی؟ آره شما خوبه. محمود به چه محل ما نه؟ و دمام چی راجبش میدونی به ما بگین؟ دمام ولی ما چیزی راجبش نمیدونم، فقط می نوازم. این بهترین تعریفش بود. آقا خودش سازنده هم هست، شوخی میکنه. از چه چوبی هستش دمام؟ چوب ساج استفاده میکنن، چوب سرخه. ولی همون چوب یه تیکش همون گرم اصلی که میگن، مثلا میگن از افریقا میاد از هند. تنه درخت آره توش. حتی بوش هم اینجا خیلی مشخصه، قشنگ بوی گوسفند میده. بوسه زنده هنو. بوسه چی هست؟ این بوسه هنو زنده. بوسه هنو زنده. عزت محمود یکی از بهترین سازنده های دمامه. من شنیدم که تک نوازی هم هست درسته برای دمام؟ توی دمام، تو مراسم دمامی که تو مسجد میزنه یک درجه بندی سلسله مراتبی هست. تو نوع ریتم و اجرایی هم که دارن میکنن. یه دمامی داریم به نام دمام اشکون. که این اجازه بداهه نوازی داره. تنها بقیه دماما باید یک ریتم ثابتی رو بزنن. مثلا خود پدر محمود جعفر، خدا بیامرزش، جعفر تمام بوشهر دمام زدنش قبول داشتن. ولی خب تو این جشنواره ما میتونیم از نزدیک و از فاصله چند متری چند سانتی سازهای اصیل بوشهر رو بشنویم که نیامون خودت هم جزش هست. بله. چه سازه بود؟ نیامون نوذر هم میزنه. آها آدم میزنه، خواهیم دید. نوذر هم نوازنده نیامونه. و دیگه چه سازهای هست؟ نوازنده نجفتی داریم، از قدیمی ترین نوازنده نجفتی بوشهری داریم، مجید پاکدل. اتفاقا همینجا هم هستن در طبقه پایین. نه؟ در محل اجرای کنسرت و جشنواره خواهم بود. بشنوید سازشون. بریم بشنویم. سپاس، خوب هستین؟ آقای مجید پاکدل خیلی ممنون. خیلی واقعا افتخار بزرگه کنار شما بشینم.
نه جفتی درسته؟ من متوجه شدم دکورای خیلی یعنی زینت قشنگ اینجا هست. من دیگه هم هست. یکی دیگه هست چه شکلیه؟ میشه بیاری؟ ساکن. آره یه وقت جواب نده. اون جواب یکی دیگه جواب. اوه نایس. اینا تو نایلونه که تازه بمونه. اینا آها بله این طلایی تره رنگش. آها. این آهنگی که شما زدید هاجیونی بود درسته؟ آهنگی چیه؟ مراسم خاصیه؟ این ما هر مراسمی که بریم، هر مراسمی چه عروسی باشه چه مجلسی که باشه و اینا شروع کارمون با ایه. آه چرا چون گرمتون میکنه کوک میشه؟ شروع کارمون با ایه دیگه. حالا بعد دیگه یه چیزه یا که چوپی باش میزنیم بعدش. چوپی یعنی چی؟ میخوایی بزنمش چوپی حالا؟ نه نه گفتم نه معنی چوپی میخواستم چی؟ عالی. این رقص این رقصش با چوب بازی میکنه. آها رقص چوبی مثلا جفتی بودنش از صدای خاص جنوب رو داره و من دیدم که توی نیمبونه هم همین نیه همین نیه اون مشک میذارنش که اونا دیگه راحته تو مشک هیچ وقت از تیم در نمیره هوا نمیخوره اینا نه اینجا جفته تو نادیش اینجا بعد یک ساعت میخبری وردنش صداش عوض میشه مثل آدم هاست دلشون تنگ میشه و اینو شما یاد گرفتنش رو سینه به سینه بوده دیگه اصولا نه؟ من 9 سال تا 10 سال هم بوده دوم نی بودم جمع تو مجلس ها میرفتم اونایی که نی میزدن این چیزا از اونا یاد گرفتم بعد یعنی دانشگاه نرفتید؟ نه نه این دانشگاه اینی که بگه یکی بگه نه کلاس داشته باشه یا چیزه اینا همه حرف باز خود یاد بگیری این چیزو کن از انقلاب که شد دیگه کامل شدم نفس خوردن اون موقع نفس نمیتونستم بخورم آه چون برای اینکه لپا رو باید خیلی باد کنیم مثل سرنا است درسته؟ بینی باید بکشی دیگه نفس بکشی تکنیکی دارت من یه خور بلدم بسیم ببینم شما برین درست انجام میدم به این سایی بود من گفتم یه خور نه من گفتم لپا رو بازم باد کنم لپ فایده چو داره همه میتونه لپا رو نه خوشه این لوپا گفتم قدر ایشونو بدونیم دیگه بعد استاد اینجوری میفهمن و این پس شما الان چطوری کار میکنید تو ایران یعنی اینو واقعا شما تو مراسم میزنید کار دیگه هم بعد داشته باشید من نه ما این تفریح میریم برای خودم مجلسی برای خود دوستان میریم کارتون چیز دیگه کار ما هم کار کار باشه نه تو یه دفتر یا آبدارچی هستم و اینا جدا برای خاصی نداریم یعنی فرصت نمیشه تو کنسرت دعوتتون کنم مثل اینجا خیلی کم قدر دونسته نمیشه اصلا شاید. تو بوشهر خیلی دوم این چیزا نیستن کسی دنبال ما رنگا بیان اینجا خود مردم اینجوری اصلا نمیذارن نه مردم خیلی دلشون میخواد اونه که بسا بالا بالا اصلا دوست ندار افتخار برای ما تو شما اینجا ببینیم یا آهنگ دیگه لطف میکنید اجرا کنید ریتمی باشه این بچه ها که اینجا هستن چرا اش ساده نخوابیدن هم بیدار شد در از این تمام تماشاچی ما خوش هنرمندانی هستن که در جشنواره خواهند زد و خواهید دیدشون خیلی ممنون بچه اینجا هستین خیلی متشکرم شما یه قطعه من شنیدم است مثل شکی درسته؟ یا شیکی؟ همون شکیه شکیه اینجا انگلیس هم دارن شیکی شیک یعنی غیر نه؟ شکی هم مال رقص دیگه مثل اون رقص دیگه مال رقص کلمش کجاییه؟ جنوبیه؟ مال بوشهره مال بوشهره بش موشه شما کنار خلیج فارس بذارین شب همجور برای خود در خودتون برای دریا نه بابا کجا میذارن که بری کنار دریا نهی بزنی گفتم بخندیم پس این نمیشه فتی خونه نه ما میریم دوره برای تو باغ مقا میریم میشینیم کسی نشنبه همونجا هم باز هم مأمور میان دنبالمون سپاس خیلی بیکران از طرف خودم بیننده ها که در کنار ما هستین و این آهنگ رو اجرا میکنید استاد نی جفتی آقای مجید پاکدل به همراه استادان دیگه که اونجا نشستن و کف میزنن
درگاه جشنواره است، درگاه گیتار کافه در مرکز قسمت آسیایی استانبول شهرش. بارون شدیدی هم میاد. این پوستر جشنواره است، دو روز هست دو شب و این اولین گروهی که قراره که جشنواره رو افتتاح کنن، گروه همنوا. اینجا هم نشستم. بابا گروه همنوا خوب هستین؟ قربونه. شما گروه تو همنوا، همنوای چی هستین؟ چه نواهایی با هم همنوا شده که شده گروه شما؟ ما هم خودمون همنوا شدیم. و از کجا و کجا و کجا؟ یعنی همه بوشهر. بوشهر. همه از بوشهریم و خب از سال 75 که ما تأسیس کردیم، اولین هدفی که داشتیم خب موسیقی ایرانی بود صرفا. ولی بعدها به مرور زمان و من جمله امروز ما دغدغه‌مون شده موسیقی بوشهری که یک قالب سازبندی ایرانی داره. ملی ایرانی به خودش بگیره در واقع. ولی اینجا خیلی صحنه برای شما کوچیکه نه؟ 100%. ببین چیکار کردیم با امکاناتی که اینجا هست. قسمتی بود از کار شما در جشنواره زار در استانبول. بله باران جان خیلی خوبه شما رو میبینیم، برای که خیلی کمش اصلا خانومی ببینیم اونم چه بس از جنوب از بوشهر. خانومی که در واقع بوشهری بخونه. دقیقا بوشهری. شما بوشهری هم هستین؟ آره. چون ببینیم ممنون خانوما تو گروه خودشون میخونن تو محل. دقیقا آره، یعنی فکر اولین خانم بومی هست که داره اینجوری تو صحنه میاد. سختی های کارتون چیه؟ که از تعمل کردن سه آقا بی نظمی هاشونو ها یا با نظمی هاشون؟ بدیش تمرین کردن همونه که راحت نیست، محدودیت داره، مشکله دیگه. چون تو بوشهر هم زندگی میکنی؟ آره تو بوشهر زندگی. پس شما سینه به سینه این آهنگا رو یاد گرفتین چطور بوده؟ آره دیگه خب بقولن تو مجالس، آره تو خونده از خانمایی که میخوندن، مادرم مثلا، مادر بزرگم خیلی خوب میخوند، یاد گرفتیم دیگه، آشنا شدیم با خوندناشون، با سبک محلی خوندن. آره و تو محفلای خودتون فعلا میخونی؟ آره دیگه، آره دقیقا تو محفلای خودم. و شما یه آهنگی هم به غیر از گروه اجرا میکنید در این جشنواره، درسته؟ آره. مجل پاک دل. پاک دل با نیجفتی. چی هستشین؟ این شهر آهنگاییه که خانما داخل عروسی ها میخوندن. یعنی یه جایی بودی که خانما یعنی رکن اصلی مجالس بودن، شعرهای برای برادراشون، برای پسراشون، اینا رو میخوندن. مخصوصا مادرها داخل مجالس میان برای بچه هاشون میخوندن. اونم حضور دارن. آره دیگه حضور. حالا ببینیم ما حضور پیدا کنیم، ببینیم این آهنگ چطوری برگزار میشه. باقی مجید پاکتر هم که اونجا هست. Thank you.
خواهرشون، خواهش می‌کنم. مرسی.